نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه 16 تیر ماه به صورت رسمی اعلام کرد نسبت به تعهد خود به توافق هسته‌ای درباره میزان درصد و غلظت غنی‌سازی پایبند نیست و از غنی‌سازی 5% اورانیوم خبر داد. بر اساس برجام ایران از افزایش غنی‌سازی اورانیوم به بالاتر از محدوده 3.67% منع شده بود. همچنین بر اساس توافق اتمی میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم گذر کند، اما روز دوشنبه 10 تیر ایران عبور ذخایر اورانیوم غنی شده از میزان معین شده در برجام رو تایید کرد. پرزیدنت ترامپ در واکنش به این اقدامات به جمهوری اسلامی توصیه کرده که مراقب باشد، چرا که با آتش بازی می‌کنند. اما امشب از شما می‌پرسیم نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا تاکتیکی برای امتیاز گرفتن و مذاکره است یا به معنی پایان توافق هسته است؟ مثل هر شب یک مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر راه‌های تماس گسترده برنامه روی خط. حتما شما که بیننده قدیمی هستید اونها رو میشناسید. 202-205-2654 شماره تماس برنامه ماست. از طریق اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید و یا اینکه برید به فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا در پست مرتبط با برنامه امشب کامنت بگذارید. صدای آمریکا یه آیدی هم بیشتر نداره، سند وی او ای، برای همه برنامه استفاده میشه از جمله روی خط. تا پیش از این میتونستید فایل صوتی و تصویری بفرستید، الان دیگه فقط میشه که نظرتون رو برای ما بنویسید. من بهروز صمد بیگی هستم همراه شما در برنامه روی خط. در همین ابتدای برنامه دو نکته رو خدمتتون عرض بکنم. همونطور که با خبر شدید، کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در حال برگزاری است. سخنان آقای مایک پنس رو براتون پخش کردیم با ترجمه همزمان. سخنان مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده ساعت 11 شب به وقت ایران خواهد بود، ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن. پیش از ایشون هم آقای جان بولتون سخنرانی خواهند داشت که هر دو اینها رو به صورت ترجمه همزمان از تلویزیون، وبسایت، فیسبوک و توییتر صدای آمریکا تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اگر زودتر شروع بشه، یعنی در بین برنامه، بلافاصله به اون کنفرانس خواهیم رفت. نکته بعدی یک عذرخواهی است که به شما بدهکاریم بابت مشکلاتی که وجود داشت. هفته گذشته چندین بار برنامه بازپخش شد، مشکلی در سیستم تلفن ها به وجود اومده بود. همکارانم خیلی تلاش کردند که این مشکل رو برطرف کنند. امیدوارم که امشب دیگه مشکل تلفن نداشته باشیم. به هر صورت از شما عذرخواهی میکنیم بابت این مشکل و چند شب غیبتی که به وجود اومد در پخش برنامه روی خط. اما برنامه رو با آقای میلاد از کرج آغاز میکنیم. آقای میلاد سلام، ارزیابی شما چیه از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران؟ متشکرم. بله بفرمایید، صداتون پخش میشه. به نظر من که یعنی کلا نقض برجام که جمهوری اسلامی خیلی قبل ها نقض برجام با همین ساخت موشک ها و مقدار اسرائیل نانقض کرده بودیم برجام، ولی با این روش من به نظرم به امتیاز هم خود نمیتونه بگیره، چون چیزی نداره، همه پلای پشت سرش خراب کرده، ولی هیچ گونه هم اعتمادی نمیشه به این دیپلماسی آخوندی کرد. چون به هر حال شما مثلا تو چیز هم میگید، تو شبکه‌های رسانه‌تون میگید مثلا عالی‌ترین رتبه آقای خامنه‌ای یا آقای جواد ظریف، هیچ که اینا رو قبول نداره.
اینا واسه حاکمیت خودشون میخوان مثلا با تهدید جهان به سلاح هسته‌ای رو ما میسازیم با اورانیوم زیاد میکنیم، اینا کاری نمیتونن کنن، اینا سلاح هسته‌ای نمیتونن به خدا درست کنن، اینا نمیتونن یه پیشکشیات درست کنن، اینا با تهدید جهان میخوان به کارشون مثلا ادامه بدن، بتونن مثلا امتیازاتی بگیرن. مسلما آقای ترامپ هم یه آدمی واقعا فکر نکنن کوچیکترین امتیازی به اینا بده. با این روش اینا روش اشتباهیه. خب این فکر میکنید چه تبعاتی برای مردم ایران خواهد داشت؟ شما معتقدید که اینا میخوان فقط صرفا تهدید بکنن اما تهدیدشون هم کارساز نخواهد شد؟ برای مردم ایران فکر میکنید چه تبعاتی خواهد داشت؟ مسلما تحت تا همین الانش هم 40 سال مردم رو به گروگان گرفتن. به خدا ما خودمون سیب زمینی نمیتونیم بخریم با این فشارهای بیشتر امریکا و اروپا. نمیگیم امریکا، آخه اینا با همه دنیا جنگ دارن، الان با اروپا، الان با آسیا، با عرب، با کدوم کشور اینا سازوکار داشته باشن؟ اینا با هیچ کس نمیخوان روابط دیپلماتیک داشته باشن. اینا با این روش تحریم واسه خودشون میخوان مردم منزعف بشن. اینقدر مردم ضعیفن که نمیتونن. به خدا همین الانش من هر روز کار نکنم نمیتونیم آقا ما امورات خوراکیمون رو در روز مثلا تهیه کنیم. چطوره اینا مردم خودشون رو توی این منزعف قرار دادن؟ واقعا دارن سود میبرن با همین صادرات و واردات آتش‌خاله چینی. اینا واقعا دارن سود میبرن به روسیه و این چیزا، با روسیه آتش‌خاله روسیه و چینو میخرن. مردم هم خب هر جوری باشه تو این تحریم ها مردم دارن صدر میبینن. اینا بیفداره هر کدومشون 20 تا 50 تا 40 تا مغازه دارن، این دادن اجاره رن دارن میخورن میخوابن، این خیالشون. بله ممنونم از شما، ضمن اینکه از شما تشکر میکنم، هم از شما از همه بینندگان خواهش میکنم در به کار بردن الفاظ و ادبیات مناسب دقت بیشتری داشته باشند. اما با آقای علی از ایران میخوایم صحبت کنیم. آقای علی سلام، بشنویم ارزیابی شما رو از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در قبال برجام. متشکرم صحبت که بهم دادیم. فکر کنم امروز من شنیدم که از مرز 3-4.5% هم گذاشتن اون قنیسازی رو. اینا قرار بود این برجام رو آتیش بزنن. باور بفرمایین الان دارم نقش آتش نشان رو بازی میکنم برای برجام. فکر نکنم اینا تا اون آخرین لحظه که بتونن تو برجام میمونن و دووم میارن و تا آخرین لحظه هم برجام براشون حکم یک سپر حفاظتی رو بازی میکنه. یعنی به محصول که اینا از برجام بیان بیرون به صورت پرونده اینا میره به اون قسمت بند 7 میگم سازمان ملل یا همچین شورای امنیت به اون قسمت میره. من مطمئنم اگرم نره با نفوذی که آمریکا و اسرائیل دارن حتما میبرن و اگرم بره بهترین فرصت برای اونایی که تو سازمان ملل دنبال هم حذف این نظام هستن هم یه جورایی ایرانی رو که به این مرحله رسوندن، مخصوصا اون چهار اعضا چهار نفری که تو گوادلوپ نقش مهم می‌داشتن، حالا به نظر من به اصطلاح از بعد از گذشت 4 دهه نقش اصلی اونا که امروز بازی کردن و فکر کنم کشورهای حوزه خلیج فارس میخوان کامل کنن. من آرزو میکنم که ایران از برجام، ایران که نه، جمهوری اسلامی، چون اگه ایران بود فکر نمیکنم به این جایی میرسیدیم که الان هستیم. آرزو میکنم جمهوری اسلامی از برجام بیرون نیاد و بهونه ای رو که کشورهای حوزه خلیج فارس دنبالش میگردن رو ندن دست اینا، که دیگه کشوری که واقعا دیگه نفسای آخر رو داریم میزنیم. اینم اضافه کنم من 20 تا مغازه رفتم شکر پیدا نکردم، حالا چیزای دیگه رو نمیدونم. آرزو میکنم که واقعا از اینجایی که هستیم به اون ورطه نریم که مجبور بشیم ایران رو دو دستی به جهنم تقدیم کنیم. ممنونم از حضور شما آقای علی. اجازه بدید سری به اسکایپ بزنیم. آقای مجید از تهران همراه ما هستن. آقای مجید سلام، شنیدید دو تا از بینندگانی که تا الان در برنامه روی خط شرکت کردند هر دو معتقد بودند که در واقع با این اقدام جمهوری اسلامی مخالف بودند و معتقد بودند که نتایج و پیامدهای خوبی نخواهد داشت. شما چی فکر میکنید آقای مجید؟ الو بفرمایید آقای مجید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. آقای ترامپ طبق فرمایش خودتون گفته که ایران مواظب باشه که داره با آتش بازی میکنه. هر آدم عاقلی از این چی میفهمه؟ یعنی این که ایران تا حالا متعهد به برجام بوده و حالا که داره خارج میشه کار اشتباهی میکنه. کدوم برجام؟ همون برجامی که آقای ترامپ تاریخ 18/2/97 ازش رسما خارج شد
چند ماه بعدش که یه طنز و یه جوک بود برجام. جالبه، نمیدونم اون کدوم آدم عاقلی حالا بیاد بگه که میشه با آقای ترامپ اصلا اعتماد کرد، باهاش صحبت کرد و در این زمینه به حرفش اعتماد کرد اصلا. چرا نمیشه؟ شما... چرا فکر میکنی نمیشه اعتماد کرد؟ ولی به عنوان یک انسان، یک خبرنگار، یک مجری، خودتون بگید با کسی میتونید اینجوری صحبت کنید که یک سال پیش بیاد برجام رو یک تعهد دو طرفه باش داشته باشید از بین ببره و مسخره کنه و بعد از یک سال بیاد بگه لطفاً یه وقتی نشه ازش خارج بشی؟ این خیلی خنده‌دار نیست به نظرتون؟ به نظر تعبیر شما که یه مقدار با واقعیت همخوانی نداره. اولا برجام یک توافق دو طرفه نبود، بین چندین کشور بود، آمریکا خارج شد، اما ایران همچنان متعهده. دیدید که واکنش خاصی هم نداشته، گفته ما مراقب باشن دارن با آتش بازی میکنن. چه کار الان اروپا که داره صحبت میکنه، اینو میشه واسه که داره واکنش نشون میده. اما مسئله بعدی، شما چرا فکر میکنید که نمیشه به آقای ترامپ، به دولت آمریکا اعتماد کرد؟ چون از برجام خارج شده. از برجام خارج شده ولی میاد میگه ایران خارج نشه، چه کار است؟ وقتی ازش خارج شده، وقتی خودش به رسمیت نمیشناسه و یک سیاستمدار هستیشون یا نه؟ بله. اگه سیاستمداره و اینقدر فهم سیاسی داره، خب یه برجام رو که تعهد چند طرفه قبول نداشته و از یک سال پیش زده زیر میز و جوک خونده، اون وقت شما میاد میگید آقای ترامپ گفته خب حالا بقیه بمونن، چه کاری که میگی بمونن؟ این رو میشه برای من بگید واقعیت چجوری هست؟ خب اجازه بدید شما به جای کشورهای اروپایی و سایر طرفهای برجام نظر ندید، اونا حتما خودشون میدونن که اروپا نظر ندادم، دارم آقای ترامپو میگم. خب همون دیگه، میگم که اجازه بدید که کشورها قدرت‌های جهانی هستن، خودشون میدونن که چه بکنن چه نکنن، موضعشون هم مشخص، همه موضع منفی دارن علیه نقض برجام. اما مسئله اینجاست که آقای ترامپ، دولت آمریکا گفتن این برجام بازدارنده نبوده، حتی همین توافقی که بازدارنده نبوده داره الان نقض میشه. طبیعیه که واکنش منفی نسبت بهش وجود داشته باشه. به هر صورت ممنونم از حضور شما در برنامه روی خط، نظر شما رو شنیدیم. آقای آرش از تهران همراه ما هستن. آقای آرش بفرمایید. آقای آرش جانم بفرمایید، صداتون پخش میشه. سلام آقای صمد بگیر. سلام، بفرمایید. شبتون خوش، خسته نباشید. ببینید جمهوری اسلامی، من زودتر میگم که به همه عزیزان وقت برسه. ببینید جمهوری اسلامی شدیداً داره اشتباه میکنه که میخواد خارج بشه. شاید این بزرگترین اشتباه تاریخ جمهوری اسلامی باشه. ببین جمهوری اسلامی چرا باید از برجام خارج بشه وقتی کشورهای اروپایی به برجام متعهد هستن؟ اروپا تک تک تعهداتی که داده بود رو عمل کرد و الان خوشی زده زیر دل جمهوری اسلامی. ببین بعد از برجام الو بفرمایید، صداتون پخش میشه. بعد از برجام نه ایران تحریم شد، نه مشکلی در واردات و صادرات دیگه وجود داشت، نه مشکلی در فروش نفت داشت. اصلا خود آمریکا برای اینکه ایران نفتشو بفروشه هزینه‌های ترانزیتش رو اتومات پرداخت کرد. مشکلات واردات دارو بعد از برجام حل شده بود و این هزاران بیماری که اومدن گفتن نمیدونم ما بیماری خاص داریم و یه ذره خودشونو به ننه من قریبا بازی مقاله معروف در آوردن احتیاج نداشتن و این تحریم ها تأثیر نداشته، هیچ قیمت دارو همون قیمت قبلش بوده، همش همه اینایی که دارم میگم ما بیماری خاص داشتیم و نمیدونم تحریم دارو اثر داشته، همشون دروغ میگن. آمریکا تا حالا نه به مردم هیچ کشوری در سراسر دنیا هیچ گزندی نرسونده، بمباران ژاپن و نمیدونم ساقط کردن هواپیمای مسافر برای ایران و جنگ ویتنام، همه اینا دروغه که جمهوری اسلامی ایران داره میگه. الان هم اگه جمهوری اسلامی آرش یک دقیقه و 38 ثانیه است، شما دارید اون داستان وارونه و در واقع رنگ و لعاب داده شده توسط جمهوری اسلامی رو که مردم میتونن ماشاءالله تا دلتون بخواد شبکه های تلویزیونی در صدا و سیما وجود داره، از پول بیت المال هم داره تغذیه میشه برای اینکه دروغ مطلوب جمهوری اسلامی رو به خوردشون بده. شما از فرصتتون استفاده کنید برای اون رو بگید. هر کدوم از صحبت های شما میشه به راحتی نقض کرد، اما خب اجازه بدید که در همین حد که به شما فرصت دادیم متوقف بشیم. اجازه بدیم به هموطنانی که در ایران جایی ندارن، فرصتی ندارن برای اینکه
بتونن نظراتشون رو ابراز بکنن در دیکتاتوری و سرکوبی که وجود داره، این امکان براشون فراهم نمیشه. یکی از وظایف برنامه ما این است که صدای اونها شنیده بشه. آقای منصور از تهران همراه ما هستن. آقای منصور سلام، نظر شما رو بشنویم درباره اقدامات اخیر ایران در قبال برجام. آقای منصور از طریق اسکایپ از تهران تماس گرفتم، بفرمایید. الو، درود بر شما آقای صمد بگی. درود، بفرمایید. این تماس شخص قبلی رو من گوش دادم، واقعا نمیدونم این حرفایی که میزدن اعتقاد داشتم به این حرفا یا فقط نمیدونم به خاطر چی حرفا رو میزد که نمیدونم بحث ویتنام مطرح کردن و بحث ژاپن مطرح کردن و اینا، یه بحثای تاریخیه که همه جا ثبت شده. حالا ایشون میخواستن ظاهرا تحریف کنن یه بحث تاریخی رو به نفع خودشون و جریان خودشون. و این در مورد خروج ایران از برجام و الان اومده اعلام کرده، ایران از ماها قبل از برجام خارج شده بودن، ایران یعنی عملا خارج شده بود، ولی الان داره اعلام میکنه که گزارش های سازمان ملل هم در تایید خروج از برجامه. ایران دیگه از برجام چی میخواست؟ ایران واقعا به نظر من آمریکا خیلی و اروپا خیلی به ایران چراغ سبز نشون دادن، خیلی راه اومدن با ایران. ایران بعد برجام همه اون مشکلاتی که قبل از برجام داشت حل شده بود. ایران تو بحث واردات و صادرات هیچ مشکلی نداشت. با چندین شرکت خودروسازی ایران بعد برجام قرارداد بست و اومدن ایران خودرو تولید و به بازار عرضه کردن. حالا من نمیدونم چرا ایران با همه این منفعت‌هایی که برجام داشت رو کنار گذاشت و الان به سمتی رفت که از برجام میخواد خارج بشه. بله، خیلی ممنونم از شما از حضورتون در برنامه. روی خط اجازه بدید سریع به کامنت ها بزنیم، بعدش هم دو تا فایل صوتی کوتاه رو با هم گوش خواهیم کرد. بیننده و ما نوشته که ما تا الان غیر از هزینه تراشی برای مردم خیلی از برنامه هسته‌ای ندیدیم. بیننده دیگری هم معتقده که در کل فقط ایران تو برجام هست و بودن و نبودنش توش فرقی نمی‌کنه. نظر متفاوتی رو براتون بخونم که میگه که توافق اسمش روشه وقتی معنی داره که طرفین به تعهداتشون پایبند باشن. وقتی که همه طرفین دارن اون رو نقض میکنن اساسا دیگه توافق بی‌معنی است. بریم دو تا فایل صوتی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو در خدمتتون ادامه میدیم. اینها که میخواستن برجام را به آتش بکشن، سخنان آقای عراقچی در خصوص فریب بازرسان آژانس هسته‌ای خود گواه بر این است که نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بعقیده من اگر این روزها آقای پوتین دست از دخالت در امور ایران بردارن خیلی مسائل حل می شود. تمام هست و نیست 100 سال ایران رفت در روسیه هزینه شد، هیچ کس صداش در نمیاد. فکر کنم ایران میخواد باجخواهی کنه با تهدید به غنی‌سازی اورانیوم. یاد گرفته، اروپا یادش داده. از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365. بله، همونطور که دیدید و شنیدید مدت و زمان پخش برنامه‌های خبری صدای آمریکا 365 به زودی تغییر خواهد کرد. این تغییرات در بخش‌های خبر و برنامه‌ها از روز دوشنبه 24 تیر ماه برابر با 15 ژوئیه آغاز میشه. 6 روز در هفته از شنبه تا پنج شنبه صدای آمریکا 365 با 4 بخش خبری شما رو در جریان تازه‌ترین تحولات جهان
قرار میده. خبرهای ما هر شنبه تا پنج شنبه در ساعت 7، 8، 9 و 11 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. جمعه شب ها هم در ساعت 7، 9 و 11 شب ایران. همچنین ساعت پخش همین برنامه، یعنی برنامه روی خط هم تغییر خواهد کرد. از دوشنبه تا جمعه روی خط از ساعت 10 شب به وقت ایران، یعنی 1:30 بعد از ظهر واشنگتن پخش میشه. از شما دعوت میکنیم که از 24 تیر ماه یا همون 15 ژوئیه تازه ترین خبرها و تحولات جهان رو در ساعت‌های اعلام شده از شبکه صدای آمریکا 365 دنبال کنید. برگردیم به برنامه. زمینه که باز یادآوری میکنم به محض شروع سخنرانی آقای جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل به اون برنامه خواهیم رفت. اما آقای رضا از ایران همراه ما هستن. آقای رضا سلام، تا اینجا نظرات متفاوتی رو شنیدیم. نظر شما چیه درباره اقدامات اخیر ایران و نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی؟ آقای رضا، آقای بله، فکر میکنم که تماسشون مشکلی داره. صدا میاد؟ بله، الان صداتون پخش میشه. بله، بفرمایید. بله بله، با سلام خدمت شما آقای سندبگی، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. آقای سندبگی، من اصلا کاری به این سیاست بازی جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا اینا ندارم. در خوشبینانه ترین حالت جمهوری اسلامی 30 سالی دیگه که طول عمر داشته باشه، من میخوام یه چیزی رو بگم. شاه تو 2 تا مصاحبه ای که کرد آمریکا و انگلیس و شوروی احساس خطر کردن، فقط احساس خطر از طرف شاه کردن، این بلا رو سر شاه آوردن و این شد آخر عاقبت ملت ایران. یعنی جمهوری اسلامی، شما تو دنیا کشوری رو سراغ دارین که 40 سال با تمام دنیا جنگ داشته باشه، آب هم از آب تکون نمیخوره، راحت دارن حکومتشون میکنن. پس تمام این بدبستونایی که ظاهرا دارن نمیدونن ایران رو تحریم میکنن، این کار رو دارن میکنن، اینا ظاهر قضیه هست. اون برای قضیه اینا بدبستون خودشون رو دارن بقید. یعنی فقط این وسط ملت ایران هم که دارن تاوان این سیاست بازی. البته ملت ایران هم قشن ضعیفشون، بله، من مرافعش از این آشفت و بازار خیلی قشنگ داره پول پیدا میکنه، خیلی قشنگ داره زندگیشو میکنه، فقط قشن ضعیف تمام این فشارا فقط قشن ضعیف اینجا هست که من خودم از این قضیه مستثنا نیستم. خب یعنی در واقع فکر میکنی که در نهایت چه خواهد شد؟ الان جمهوری اسلامی برجام رو نقض کرده، دنیا واکنش منفی نشون داده. تنها راه نجات ایران فقط خود ملتن. این که ترامپ بخواد کاری بکنه، این که اروپایی‌ها بخوان کاری رو بکنن، اینا آمده بودن که ایرانو برسونن به صفر، که رسوندن، رسوندن به قهقرا، که این کارو کردن جمهوری اسلامی. و محال ممکنه که به این زودیا کسی پیدا بشه که بشه رهبر ایران، که ایرانو تازه برسونه به سال 57، نمیخواد برسونه به روز، برسونه به سال 57. پس این یه خیال باطله که ما اگر فکر بکنیم یه روزی ایران باز میتونه پا بگیره که برسه به سال 57 که برای خودش یه سری بود تو کشورهای دنیا، یه رهبری بود، یه سرآمد تمام رهبرها بود، یه ملتی بودن سرآمد تمام ملت‌ها. نه، این نیستش. این به دستور سیاسی هم که دارن میکنن، جمهوری اسلامی اگر زنده باشن، نه اینکه بخواد به قول گفتن این ملت ایران کاری بکنن، 30 سال 40 سالی دیگه هم حکومتش میکنن، بده بتونه سیاسیشو دارن، نمیدونم اورانیوم اون کارو میکنن، برجام درست میکنن، این وره درست میکنن، اون وره، همه اینا فقط بازی سیاسیشونه. فقط ملت ایرانن که این وسط بعد حالا تاوانشو بدن. یعنی شما پس فکر میکنید این وضعیت ادامه دار خواهد بود؟ ادامه داره آقای سمت بیگی. اینا بازی سیاسی که خود اینا انجام دادن، 40 سال اینا دارن بدترین کارا رو کردن تو تمام کشور. یعنی آمریکا و انگلیس و شوروی زورش به جمهوری اسلامی، مثلا می خامنه ای، خامنه ای چی هست اصلا؟ چی هست اصلا؟ یا زورش به سپاه پاسداران نمیرسه؟ ممنونم از شما، ممنونم از شما، متشکرم از شما. بریم به کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل و سخنرانی جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید. خیلی ممنون، خوشحالم که اینجا هستم در کنار شما. میخوام تشکر کنم از کشیش
یسخا خامهیز به خاطر صحبتاش. من بارها در اینجا صحبت کردم ولی هیچ وقت به این اندازه خوشحال نبودم با این جمعیتی که هست. میخوام صحبت کنم راجع به رابطه بین آمریکا و اسرائیل در چارچوب اینکه چگونه پرزیدنت ترامپ به کل تغییر داده اون جنبه سیاست خارجی ایالات متحده رو در دو سال بسیار کوتاه. از موقعی که متصدی امور شد، پرزیدنت ترامپ یک مسیر واقعا جسورانه ایجاد کرده در سیاست خارجی. خوشباوری تبدیل شده به واقعا احساس واقعی واقعیت‌ها. ما دیگه آزادی‌های آمریکا رو به این نام فقط اداره امور جهان به کار نمی‌بریم. ما دیگر دوستان خودمون رو نمی‌فروشیم که بتونیم دشمنان خودمون رو آروم بکنیم. و دیگر فدا نمی‌کنیم منافع مردم آمریکا رو برای اینکه برسیم به یه آرمان‌های سردرگم کننده در هاوانا، تهران و هر جای دیگر. به جای اون ما داریم با افتخار و سربلندی دفاع میکنیم از قدرت و حاکمیت و تمامیت آمریکا. در نتیجه اون جهان داره تغییر میکنه در جهت بهتر و مردم آمریکا امن‌تر هستن. ما میتونیم پاسخ ببینیم نتایج قدرت رهبری آمریکا در همه جای دنیا، به خصوص در خاورمیانه، در جایی که اسرائیل گرفتار همسایگان دشواره. سیاستگزاران رئیس جمهور استفاده کردن از وسایل ابزار مختلف در سیاست خارجه، فلسفه‌های مختلف، تاکتیک‌های مختلف و دکترین‌های مختلف. ولی متأسفانه این استراتژی‌ها در دولت‌های قبلی به نتیجه منجر نشده. این دولت از سوی دیگر فقط یک راهنمود داره. در هر تصمیمی که اتخاذ میشه، ما منافع مردم آمریکا از ژانویه 2017 ما این اصل رو به کار بردیم در تمام زمینهای عمده، از جمله اقدام مستقیم کردیم برای حفاظت از حاکمیت آمریکا در تمام صحنه‌های خارجی. ماه ژوئن گذشته اعلام کردیم خروج خودمون رو از شورای مسخره حقوق بشر که در واقع بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر ازشون حمایت میکنه و بیشتر وقتش رو صرف این میکرد که از اسرائیل انتقاد بکنه که یک دموکراسی پویاست. و همینطور ارزشیابی دیگری بار میکنیم راجع به ماموریت‌های صلح‌بانی ما، به خصوص در رابطه با اسرائیل، که مطمئن بشیم یک پاسخگویی درستی در کار باشه. ما اجازه نخواهیم که دیوان سالاران ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی رو تقویت بکنن، نهادهایی رو که خدشه بزنن به منافع آمریکا و به زیر ساختهای فکری آمریکا. به همین دلایل در ماه سپتامبر سال گذشته من اعلام کردم که ایالات متحده تامین اعتبار مالی نخواهد کرد برای دادگاه بین المللی، دادگاه جنایات بین المللی. دادگاه جنایات بین المللی که در واقع حیطه قانونی خودش رو میخواد پند کنه رو مردم همه کشورها بدون اینکه خود اون مردم موافق باشن. بنابراین ما گفتیم که این پر از ایراد این نهاد و اجازه خواهیم داد که خودش کم کم به کل تحلیل بره و از بین بره. این دادگاه در واقع مورد علاقه کسانی که موافق اداره امور جهانی هستن از طریق خودشون. دادگاه تبدیل شده در واقع به یک مجمعی برای حمله به دموکراسی‌های لیبرال مثل آمریکا و اسرائیل. در ماه نوامبر 2017 دادگاه جنایات بین‌المللی سعی کرد که خواست به اصطلاح تحقیق بکنه راجع به جنایات جنگی که ظاهراً از دید اونا میگفتن توسط آمریکاییان انجام شده
و به نیابت از به اصطلاح سرزمین فلسطین و کشور فلسطین گفته بره تحقیق بکنه راجع به پروژه های ساختمانی اسرائیلی به جای اینکه و نادیده انگاشته اقدامات تروریستی رو علیه اسرائیل.